صدها هزار تن از مردم یمن در دومین سالگرد تجاوز عربستان سعودی به کشورشان در میدان سبعین شهر صنعا پایتخت یمن گرده هم آمدند و با سردادن شعارهای جنایتهای انجام شده در حق کشورشان را محکوم کردند در این تجمع اعتراضآمیز بزرگ که در پی فراخان نیروهای انصار الله یمن و علی عبدالله صالح برگزار شد عبدالله صالح سخنرانی کرد صالح طی سخنانی به مناسبت دومین سالگرد حمله عربستان سعودی به یمن گفت عربستان سعودی با حمله به کشور ما زخمهایی عمیق در روح همه مردم یمن ایجاد کرده است به ویژه اینکه نظام عربستان و کشورهای عضو اعتلاف متجاوز اعراب می توانستند اتحادیه کشورهای عرب را برای ایجاد توافق میان طرفهای درگیر یمنی به کار گیرند و به آنها برای حل اختلافات بر اساس گفتگو کمک کنند. صالح افزود هیچ گونه خطری از سوی کشور ما عربستان سعودی و سایر کشورهای همسایه را تهدید نمی کند و همگان میدانند که اقدام حکومت عربستان در تجاوز به یمن به نیابت از نیروهای امپریالیستی و در راستای نابودی اهداف اعراب در سراسر جهان عرب انجام می گیرد. رئیس جمهور سابق یمن تصریح کرد مردم یمن پس از گذشت دو سال از تجاوز قتل، ویرانی و محاصره تاکید می کنند که مادامی که حملات اعتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به کشورشان ادامه دارد اصرار بر مقابله با این تجاوز و آمادگی برای مقابله با آن به همه شیوه ها غیرقابل تردید است به در پایان سخنانش تاکید کرد عبدال منصور هادی رئیس جمهور مصطفی یمن و کابینه اش در این کشور جایگاهی ندارند و دولت ادعای آنها که کشتار و نابودی تأسیسات زیربنایی یمن را روا میداند، و از پرداخت حقوق کارمندان با وجود ارائه تعهد در این باره در مقابل سازمانهای های بین المللی خودداری می کند هیچگونه مقبولیتی در بین مردم یمن ندارد.